با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و با پشت سر گذاشتن این روزهای سخت و پر از رنج و درد بتونیم به پیروزی برسیم و تمام این ناراحتی و غمها با یک شادی بزرگ و سراسری به خوشبختی و سلامتی تبدیل بشه و برای همیشه بتونیم زندگیمون رو با سلامت طوری مدیریت بکنیم که علاوه بر ورزش و فعالیت‌های فیزیکی همچین مسائل روحی روانی هم نداشته باشیم، چرا که در طی این 55-6 روز مردم ما از همه نقاط کشور تحت شرایط خیلی روحی بسیار زیادی بودن. تقریبا هممون صبح زود که از خواب بیدار میشیم اول میریم سراغ اخبار و سوشال میدیا و ببینیم که اوضاع از چه قراره. به هر حال در این که این روزها چقدر برای همه سخت بوده هیچ شکی نیست، به همین لحاظ انجام یک سری فعالیت ها و تمرین ها و ورزش های روزانه میتونه به پایین آوردن و کاهش این استرس کمک شایانی بکنه که امیدوارم همه شما با مراجعه به برنامه های زنگ سلامت بتونید این هدف مهم رو مدیریت بکنید که خدای نکرده دچار آسیب های فیزیکی علاوه بر این ناراحتی روحی هم نشویم. خب همجوری که متوجه شدین در طی این 2 ماه اخیر از موقعی که این تظاهرات و خیزش سراسری شروع شد، بنده نه حال روز این که برنامه تمرین و ورزش برای شما نشون بدم بود، نه اینکه شماها نسبتاً حال روزی داشتین که بشینید و 4 تا تمرین رو نگاه بکنید، ولی خب از اونجا که چندین برنامه را به این مبحث اختصاص دادیم و یه سری مشکلات و ناراحتی هایی که کادر درمان عزیزمان در سراسر ایران باهاش روبرو هستن و برای شما در چند برنامه اعلام کردم، به همین لحاظ امروز یک جنبندی از این مسائل و فشارهای روحی روانی که به همکاران کادر درمان وارد شده را برایتون مختصر میگم. از هفته آتی برنامه های زنگ سلامت رو به روال معمولی برگردونیم، ولی از اونجا که این مسائل سیاست در نظام سلامت و همچنین فشارهای زیادی که به کادر درمان داخل کشور وارد شده، با یه سری از همکاران داخل و خارج تصمیم گرفتیم این مباحث مربوط به این اعتراضات در رابطه با همکاران کادر درمان رو در کلاب هاوس شروع بکنیم که از جمعه پیش شروع شده و احتمالاً به طور هفتگی با مشارکت شما عزیزانی که علاقمند به این مباحث و اخبار و مسائل در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کادر درمان هستین در کلاب هاوس ادامه خواهیم داد که امیدوارم از اونجا هم بتونیم صدای کادر درمان باشیم، چرا که متاسفانه علارغم اینکه همکاران رشته‌های پزشکی چندان در مسائل سیاسی دخالت زیادی ندارند، به جز 5% 10%ی که خیلی فعال هستند و سیاستمدار هستند در نظام سلامت که خیلی هم خوبه، ولی اکثریت به خاطر مسائل کاری و غیره به مسائل سیاسی چندان دخالتی نداشتند، ولی متاسفانه در طی این 55 روز اینقدر فشار به این همکاران وارد شد، صدها نفر رو دستگیر کردن، صدها نفر رو شکنجه کردن، یکی 2-3 نفر کشته دادیم در این مدت، ناچارن همه ماهایی که به یک طریقی صدایی داریم مسئولیت انسانی و اخلاقی و حرفه‌ای ما ایجاب میکرد که در همچی برنامه‌های صدای این همکاران باشیم و بتونیم این اخبار اطلاعات رو به همه جهان و شما مردم عزیز برسونیم. در همین رابطه بنده از ده‌ها همکار خبرنگار و افراد و فعالین سیاسی و غیره تقاضا کردم در جاهای مختلف، از اینجا هم باز از همه افراد وطن پرستی که در رابطه با مسائل سیاسی و غیره و این مبارزات به طور جدی فعالیت دارن خواهش میکنم که همه بایستی صدای کادر درمان باشیم، چرا که در طی این مدت به طور واضح مشخص شد که علارغم اینکه هر گونه و هر نوع مشکلی برای هر ایرانی در این اعتراضات حائز اهمیت هست و باید بلند بشه، در همه اخبار و برنامه ها بهش توجه بشه، ولی متاسفانه چون کادر درمان چندان تو میدیا و سوشیال میدیا و تلویزیون ها و غیره فعالیت ندارن، به همین خاطر تقریبا واضح بود که
مسائل و مشکلات کادر درمان نسبت به سایر هموطنان ایرانی کمتر مورد بررسی قرار گرفته شد و به همین خاطر بنده با همکارانی که صحبت کردیم تصمیم گرفتیم این اتاق کلاب هاوس رو برنامه ریزی بکنیم و در اونجا این مسائل رو بررسی بکنیم، چرا که متاسفانه از چند هفته پیش که در نظام پزشکی مشهد حدود صدها نفر از همکاران کادر درمان در خود نظام پزشکی شروع کردن به یک سری مباحث خیلی معمولی و سخنرانی ها و غیره، بلافاصله ده ها نفر از این همکارا را گرفتن، بعضی ها را رو بودن، هنوز اصلا هیچ کسی اطلاعی نداره. بعد دو روز بعدش در شیراز مشاهده کردیم که همکاران نظام پزشکی تجمعی داشتن، باز اونها را هم مورد ضرب و شتم قرار دادن، ادعی را مورد بی‌احترامی قرار دادن و توهین ها و شکنجه های روحی و فیزیکی زیادی به اونها وارد شد و در نهایت هم چند روز بعدش در نظام پزشکی تهران یک تجمع خیلی آرامی قرار بود انجام بشه که متاسفانه مسئولین که به خاطر فشار اطلاعات و امنیتی ها درب ورودی نظام پزشکی تهران بسته شد روی همکاران کادر درمان که نهایتاً دی در جلوی نظام پزشکی تهران تظاهرات کردند، تجمعی داشتن که به طور وحشیانه ای از طرف مأمورین مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفتن و همونجا خیلی از همکاران باتوم خوردن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، دی را دستگیر کردن که خیلی جای تأسف داره. میدونیم که این کادر درمان در طی این دو سه سال کرونا و حتی در شرایط طبیعی هم روزی ده ها ساعت بالای سر بیماران ده ها بیمار رو کمک میکنن و درمان میکنن و حتی اکثر این مأمورین بی وجدانی که اینها را مورد ضرب و شتم قرار دادن خودشون و خانوادهشون بارها از همین کادر درمان خدمات درمانی دریافت کردن و شاید بنده اطلاع ندارم و نشنیدم که در تمام تاریخ چنین جنایتی در حق کادر زحمتکش درمان انجام شده باشه و پرستار ما، دکتر ما، متخصص ما با باتون بهش ضربه زده بشه و شکنجه ها و فشارهایی که در بازداشتگاه به این عزیزان وارد کردن واقعا خیلی دور از هر گونه خصوصیت انسانی بوده. بنده نمیخوام وارد جزئیات بشم ولی وقتی پیام های بعضی از این عزیزان که آزاد شدن آدم میخونه واقعا نمیتونه به هیچ وجه باور بکنه، کسی که نه به طور فعال مثل یه سری معترضین دیگه در خیابان رفتن شعار دادن، کسی که هیچ کاری نکرده، کسی که جز درمان و خدمت به بیماران کار دیگه نداره و اومده به عنوان مثال میگه چرا ما بایستی تحت فشار باشیم که اسامی چهار تا بازداشت شده را به شما مأمورین بدیم و یا چرا از آمبولانسی که با خدمات درمانی برای این وسایل استفاده بشه شما میریم باش مأمورانتون رو جابجا میکنید. در واقع خواسته های این همکاران کادر درمان که ده ها بیانیه در هر هفته منتشر شده چیزی بیشتر از اینا نبود. میگفتن به حقوق حرفه‌ای ما احترام بگذارید، وقتی ما بالا سر یک بیماریم شما اجازه نداریم بیاین با باتون بالا سر ما مشخصات این بیمار رو بخواین، وقتی که ما خدمات درمانی میخوایم ارائه بدیم برای ما فرق نمیکنه که این معترض بوده یا خودی و غیر خودی نداریم در این مسائل حرفه‌ای، ولی برای همچین خواسته های خیلی طبیعی و بیسیک اومدن این همه عزیزان کادر درمان رو شکنجه و عذاب دادن. بنده نمیخوام همونجوری که گفتم وارد جزئیات بشم چون خیلی زیاد از اونچه هست که در اخبار ما شنیدیم ده ها نفر از همکاران مختلف ربوده شدن که به خاطر وقت بنده فقط عکساشون اینجا شیر میکنم و همتون در جاها به طور مختصر دیدین، ولی تمام اینا نشون میده که کادر درمان ما چقدر در طی این 55 روز تحت فشار بوده و چقدر از این همکاران عزیز رو بودن. واقعا آدم ربایی، اونم از یک دکتری که به خود شماها خدمت میکنه،
خیلی شرم‌آوره، خیلی جنایت بزرگیه، بعد ببرن اونجا و باز با شکنجه، که میگم اصلا آدم دلش نمیاد این مسائل بیان بکنه، چرا که حتی در بدترین جنگ ها هم کادر درمان با اون یونیفرمش با اون علامت های پزشکی همیشه شده و به اونها حمله نشده، با اونها توهین نشده، گذاشتن اونها کارشون رو بکنن. پس وقتی این مسائل میبینیم که از کردستان تا تهران تا مشهد تا شیراز تا تبریز تا هر جای کشور رو نگاه بکنیم، عده‌ای از کادر درمان رو بوده شدن یا زندانی شدن یا دستگیر شدن و بعضن هم که آزاد شدن، از صدها شکنجه روحی و فیزیکی صحبت کردن که واقعا شرم‌آور. میگم فرق نمیکنه هر کی دستگیر بشه اشتباهه، هر کی کتک بخوره اشتباهه، ولی کادر درمان این وسط چرا؟ کادر درمان حرفی نزده، کاری نکرده. میگه چرا شما نمیذاری ما کارمون انجام بدیم؟ چرا هر بیمارستانی 100 تا امنیتی و اطلاعاتی ریخته رو سر ما، نمیذاره ما کار رو انجام بدیم؟ چرا شما نمیذارین ما کسی که مجروح شده را بیایم، زخمی شده را، هزاران ساچمه به صورت و بدنش خورده را نمیذارین ما درمان بکنیم؟ اگر این خواست زیادیه، ببینید. پس خیلی نکته مهمیه اینجا که اینها اینقدر وحشیانه همه مردم سرکوب کردن که دیگه به کادر درمان هم هیچ ترحمی نداشتن و برایشون دیگه فرق نمی کنه. هر کی حرف زده، هر کی کوچکترین سوالی کرده، حتی همکارانی که یک استوری شیر کردن و اومدن رو بودن، از همکاران در بیمارستان ها که رو بوده شدن تا دانشجویان پزشکی زیادی که یک تحسن خیلی آروم داشتن اومدن اینا رو بودن و هنوزم ده ها نفر از همکاران کادر درمان هیچ که خبر نداره کجا هستن. و امیدوارم که شما مردم عزیز، شما خبرنگاران عزیز، شما عزیزانی که در تلویزیون و غیر برنامه دارید، همیشه یک مقدار توجه خاصی هم به همکاران کادر درمان بکنید که این حکومت وقتی که حرف زده بشه از یک مسئله، وقتی بول بشه، وقتی در اخبارا باشه، میترسه و کمتر به این عزیزان فشار میاره. از اون ور شاهدیم افراد متخصصینی که با پارتی و رشوه و با هزار داستان وارد مجلس شدن، یا در وزارت خونه مشغولن، یا اساتید دانشگاهی که تایتل پزشک متخصص دارن و غیره، میرن و به جای اینکه صدای همکارانشون باشن، به جای اینکه حق و حقوق همکاران کادر درمانو مطالبه کنن، میرن تو مجلس وای میستن مثل واقعا یک سری بیمغزها شعار میدن و از دادگستری و غیره میخوان که این معترضینو اعدام بکنی. خب توی پزشک چجوری اینو میتونی با خصوصیات حرفه‌ای که بهت آموزش داده شده کنار هم بگذاری؟ به فیزیوتراپیستی که به هر طریق به مجلس را پیدا کردی، حالا به جای اینکه صدای اینها باشین، نه تنها هیچ کاری نکردین، بلکه میرید بیانیه امضا میکنید که این جوانان رو اعدام بکنن. شمایی که 2 ماه گذشته این همه پست شیر میکنین، این همه مطلب مینویسید، یک بار نتونستی از حق همکارید که پرستار دانشوی پزشکیه، در هر شرایطی گروه های توان بخشی در زندان مورد شکنجه قرار میگیرن، یک بار این غیرت حرفه‌ایت به کار نیامد از حق اینا دفاع بکنی؟ شما چجوری با داشتن این تایتل در مجلس و در وزارت خونه و در دانشگاه ها نشستین و هیچ کاری نمی کنید، هیچ کمکی نمی کنید، هیچ حرفی از این همکاران پرسنل و عزیزان خدمات درمانی که در بازداشتگاه هستن کشته دادیم، حرفی نمیزنید، به جاش میریم بیانیه امضا میکنید که اینا رو اعدام بکنن؟ واقعا شرم داره. امیدوارم که اساتید دانشگاهی که با غیرتن، اساتید دانشگاهی که طرف مردم هستن، تمام اینها را رسوا بکنن، چرا که دیگه به جای رسیدیم که کسانی که حتی به هر دلیلی از مردم حمایت نکردن در طی این 2 ماه، دیگه بایستی رسوا بشن. امیدوارم که شما عزیزان
این مسائل جدی بگیرین، در برنامه ها به این مسائل بپردازین، چرا که میگم فشار روی کادر درمان خیلی زیاده. الان تمام این عکسایی رو که اینجا دیدین، اینا یا دستگیر شدن یا ربوده شدن یا کسی اطلاعی از اینا نداره. به همین خاطر خواستم به این مسائل اشاره بکنم. و از اون ور کسانی مثل آقای دکتر ناصر سیم فروش که متاسفانه شرم‌آوره که این افراد نه تنها از تایتل پزشکیشون سوء استفاده کردن، بلکه بایستی در آینده ایران در فردای پیروزی تمام اینها در دادگاه ها مورد قضاوت قرار بگیرن و نظام پزشکی که بایستی مستقل باشه، بایستی صدای کادر درمان باشه، متاسفانه 55 روز آقای دکتر رئیسی زاده هیچ حرفی نزده، خودشو قائم کرده و این سکوت ها یعنی بدتر از اون بیانیه ایه که اون یکی پزشک دیگه تو مجلس امضا میکنه. در واقع سکوت افراد در مسئولیت های خاص خیانت خیلی بزرگه، هرچند سکوت هر کدوم از ماها یک نوع خیانته، ولی اونی که رئیس فلان دانشگاه است، اونی که معاون خود وزیر که هیچ انتظاری نمیشه از اینا داشت، هیچ شکی در اون نیست، ولی شما معاون وزارت بهداشت شما چرا ساکتی؟ شما نمیبینی واقعا پرسنلی که شما قراره براشون صحبت بکنی، کار بکنی در زندانن، شما نمیبینی این همه پزشک ما، دانشجوی پزشک ما رو بوده شده و دستگیر شده و هیچ خبری ازش نیست؟ شما این عکسایی که شکنجه کردن کادر درمانو ندیدی آقای معاون، آقای رئیس نظام پزشکی؟ ولی از اون وقت داریم عزیزانی که با شهامت با افتخار تمام این یک ماه و نیم حرف زدن، صدها همکار پزشک بنده میشناسم در داخل ایران، صدها استاد دانشگاه شجاع اومدن حرف زدن، بیانیه دادن، بیانیه هاشو در برنامه قبلی ده ها بیانیه رو خوندم که دیگه نمیخوام در این برنامه به اونا بپردازم. و از این ور همچی افرادی هم داریم. به هر حال خواستم یه اشاره بکنم به این مسائل که خیلی زیاده و واقعا آدم هر چقدر از این مسائل حرف بزنه تموم نمیشن. امیدوارم که روزی برسه که تمام اینا رو پشت سر بگذاریم و بتونیم نظام سلامتمون رو با استانداردهای روز دنیا مدیریت بکنیم، افراد با استعداد و با سواد و وطن پرست در مسئولیت ها قرار بگیرن و نه به خاطر یک ذره ریش و یک دولا سلا شدن جلوی یک آخوند بی سواد ضد ایرانی. در ادامه به چند تا از پیام های شما عزیزان میپردازم که در رابطه با همین مجروح شدن و باتوم خوردن و ضربه های مختلفی که به بدنشون وارد شده یا شکنجه ها و یا ساچمه های زیادی که به بدنشون وارد شده، همجوری که مستحضر هستین در دو سه برنامه گذشته نحوه انتقال مجروحین، نحوه مقابل با گاز اشکاور و ده ها نکته مختلف و مورد بررسی قرار دادیم، ولی در این قسمت از برنامه به چند تا نکته در رابطه با اینکه برفرض کسی باتوم خورده یا شکستگی چیزی پیش اومده، به این آسیب هم اشاره میکنم که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. ببینید دوستان، یکی از نکاتی که در اینجا بهش بپردازم اینه که وقتی که ضربه‌ای به بدن میخوره یا ساچمه‌ای به بدن میخوره یا گلوله میخوره یا میفته موقع فرار یا پای یکی میشکنه، اینجور مسائل بایستی حتما در بیمارستان ها مورد معالجه دقیق قرار بگیرن و با دو تا توصیه و نکته از راه دور نمیشه متاسفانه کار زیادی انجام داد. ولی نکته‌ای که بعده میخوام بهش بپردازم اینه که بعد از دو سه هفته که از این زمان گذشت، از زمان مجروح شدن و آسیب دیدن گذشت، شما بایستی یک سری کارهایی بکنید، یک سری تکنیک های انجام بدین که بتونید به زندگی معمولی برگردین و به خاطر عدم مدیریت درست یک سری مسائل جانبی و کمپلیکیشن برای شما به وجود نیاد. به طور مثال یکی از پیام های شما عزیزان اینه که نوشته: سلام استاد، شب و روزتون بخیر، امید پیروزی، نمیخواستم مصدی اوقاتتون بشم، در یکی از روزها که در تجمع بودم باتون به شانه راست نزدیک گردنم اصابت کرد و به شدت درد گرفت. البته من ورزشکارم، درگیر شدم و در نهایت گریختم، اما به شدت گردن و سر شانه راستم درد میکنه، جوری که دست راستم گاهی قدرت بلند کردن وزنه نداره و نسبت به دست چپم ضعیف شده. چیکار کنم؟
با ماساژ و پماد خوب میشه، ممنون میشم راهنمایی کنید. ببخشید مزاحم شدم. خب ببینید دوستان، در همچین شرایطی اول از همه بایستی مطمئن بشیم که آیا بافت دچار شکستگی شده به عنوان مثلا این شونه شما یا نه. وقتی که خب شکستگی داشته باشیم، اولا درد خیلی شدید، دردی که تسکین پیدا نمیکنه، حتی با مسکن هم تسکین پیدا نمیکنه، و عدم دامنه حرکتی، عدم حرکت، اینا همه نشون از شکستگی میده و خونریزی هم بعضی وقتا داره. اگه دردهای شما در طی 3-4 روز رو به کاهش رفت و ورم و خونریزی و یعنی قرمز شدن زیر بافت و اینا نداشتیم، نشون میده که شکستگی نبوده. ولی در بعضی وقتاش ترک های مویی داریم که اونو بایستی مطمئن بشیم که آیا شکستگی داره یا نه. در بعضی مواقع اون شکستگی های خیلی ضعیف و کوچک جای نگرانی نداره، استخون جوش میخوره. ولی علاوه بر شکستگی، خود آسیب باتون برفرض به این مایچه یا تاندون میتونه دهها مشکل ایجاد بکنه، که توصیه بنده اینه که در چنین مواقعی اون چند روز اول رو کاملا به بافت استراحت بدین. اگر تورم و خونریزی زیر پوست و اینجور سیمتوم ها رو داره، 3-4 روز اول تا یک هفته روزی 3-4 دفعه یخ بذارین تو اون قسمت و حرکت ندین زیاد. اون 4-5 روز اول برفرض اگه شونه شما این عزیز گفته، شونه رو به این جهت بالا نیارید. اگه لازم شد حتی به گردنتون ببندیم با یک آویز. ولی بعد 4-5 روز، نهایتا 2 هفته دیگه، شما باید شروع بکنید یک سری تمرین های خیلی یواش و نرم انجام بدین، که هم باعث میشه متوجه بشین که آیا رو به بهبودی رفته یا نه. چرا اگه برفرض شکستگی باشه، اون موقع هم هنوز درد حس میکنید، ولی اگه دیدین که کمی بهتر شده، این نشون میده که جای نگرانی نیست. اونجا توصیه میکنم که هر قسمت از بدن که باشه، اشاره کردم ما برای تمام بدن تمرین های مربوطه رو داریم، و تفاوت این تمرین های فیزیوتراپی با تمرین های مختلف دیگه که در آنلاین و غیره میبینید اینه که تمرین های فیزیوتراپی سیف هستن، امنن، مشکلی برای بافت یا اون قسمت از بدن شما ایجاد نمی کنن. به همین خاطر توصیه میکنم شما دوست عزیز و سایر هموطنان عزیزی که آسیب دیدن به خاطر باتوم و اینا، بعد 2 هفته ماکسیموم برین تمرینات مربوطه به اون ناحیه از بدن رو، بر فرض که انگشته، یکی مچ دسته، یکی آرنجه، یکی شونه است، یکی کمره، یکی زانوست، تمام اینا رو ما تمرین از مرحله به مرحله داریم. اینا رو نگاه بکنید، در سوشال میدیا و یوتیوب ما هست و آرشیو تلویزیون ایران فردا. اون موقع این تمرین ها رو کم کم انجام بدین و بدون تردید تمام این کوفتگی ها و آسیب ها بهتر میشه. در یک سری جاها هم اون ضربه میتونه تاندون رو برفرض پاره بکنه، منجر به التهاب بشه، که باز همون هفته اول روزی 2-3 دفعه یخ میذارید به مدت 10 دقیقه 15 دقیقه، و بعد 2 هفته دوباره شروع میکنین تمرین های اون تاندون مربوطه رو انجام بدین، که باز تمام اینا با اسم و مشخصات در کانال های روز کلینیک هست. ادامه میدین این تمرین ها رو تا به فانکشن یا دامنه حرکتی و قدرت کافی برسه. در اینجا ما به پایان برنامه میرسیم. برای هر گونه سوال و نظر و انتقاد میتونید از طرق مختلف با ما در تماس باشید. امیدوارم که بنده هم مثل همه شماها بتونم از این طریق سهم کوچکی را در راه آزادی میهن و حمایت از شما عزیزان داده باشم. تا برنامه بعد و هفته بعد، شما عزیزان را به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.